41مین دوره جشنواره فیلم فجر امروز به طور رسمی آغاز به کار کرد. خیلی از شعرهای مطرح سینمای ایران این جشنواره رو تحریم کردند. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ادعا کرده بیش از 140 مهمان خارجی در جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت و از 70 کشور فیلم در این جشنواره شرکت کردند. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، با ما همراه شد. آقای مصلح، پیش از اینها که راجع به جشنواره صحبت می‌کردیم انتظار می‌رفت که جشنواره عجیب و غریبی باشه. اظهار نظرها راجع بهش هم گواه همین موضوعی که امسال با سالهای دیگه بسیار متفاوت خواهد بود. بله، دقیقا همینطوره. ببینید، امروز جشنواره فجر در حالی آغاز شد که مراسم افتتاحیه نداشت. چرا نداشت؟ به خاطر اینکه همین چند روز پیش در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر، سالن در تالار وحدت محل برگزاری نیمه خالی موند و هیچ چهره سرشناس تئاتر نبود. به نظر میرسه که از این یک درس عبرتی گرفتن و خیلی بی سر و صدا و بدون برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره شروع کردن و این نشون میده اون در واقع مسئله تحریم جدیه. اگر نبود که خب باید مثل همیشه مراسم افتتاحیه برگزار میشد. از طرف دیگه جشنواره در حالی آغاز شده که به شکل خیلی عجیب و غریبی، اصلا کلمه کم میاد، این جشنواره بین المللیه ولی هنوز فیلم های بخش بین المللش مشخص نیست چیه. یعنی شما اگر الان بخواید فیلم خارجی ببینید تو جشنواره فجر، معلوم نیست باید چیکار کنید. مسابقه فیلم کوتاه هم اسامی فیلماش اعلام نشده. از طرف دیگه داوران جشنواره معلوم نیستن، یعنی الان 24 فیلم دارن با هم رقابت میکنن ولی معلوم نیست اعضای هیئت داوری کیا هستن. همین امروز مثلا داوران جشنواره برلین معرفی شدن به شکل کامل، فیلمهاش چند هفته پیش معرفی شده بود به تدریج. ببینید، اینها اتفاقاتی که حتی با استانداردهای جشنواره فجر که هیچ وقت یک رویداد سینمایی یا فرهنگ منظم نبوده هم واقعا بی سابقه است. یعنی در واقع این چیزی که مثلا وزیر ارشاد میگه که جشنواره پرقدرت برگزار میشه، نمیدونم این تعداد مهمان خارجی داریم، خب اینا کجا هستن؟ یعنی شما حتی اسامی فیلم ها رو نمیبینید، یعنی اصلا مشخص نیست. یا داوران بخش بین الملل چه کسانی هستن؟ این چه شکل برگزاریه؟ و اینا همه نشون میده تمام اون تلاش هایی که کردن حدود 2 ماه که بگن آقا همه چیز رو به راه، شرایط عادیه و جشنواره فیلم فجر به عنوان بزرگترین جشنواره که به عنوان فجر برگزار میشه در یک وضعیت معمولی و همیشگی برگزار میشه شکست خورده، یک شکست بزرگ و کامل. من حتی فکر میکنم ممکنه برای مراسم اختتامیه هم فکرای عجیب و غریبی داشته باشه. سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.